سلام، سلام به شما عزیزان در ایران، در شمال، جنوب، شرق و غرب ایران و هر کجای جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت 9:30 دقیقه شب به وقت تهران، 7 شب به وقت اروپای مرکزی و 1 بعد از ظهر آفتابی واشنگتن با شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت پیش رو نگاهی میاندازیم به آنچه که در آستانه سفر آقای حسن روحانی رئیس جمهوری در ولایت فقیه به نیویورک میگذرد، در عرصه داخلی و منطقه‌ای و نیز در عرصه بین المللی. آیا سفر آقای حسن روحانی به سازمان ملل متحد دستاوردی برای مردم ایران خواهد داشت؟ و نیز در همین زمینه نگاهی خواهیم داشت به کارنامه دولت آقای روحانی و سیر اعدام‌ها در حکومت فقیه. همچنین نگاهی خواهیم داشت به وضعیت مدارس در ایران و وضعیت دانش آموزان در ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید. در نیمه نخست برنامه با من و شما خواهند بود آقای حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی در هامبورگ. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای شریعت مداری عزیز سلام به شما. من هم سلام دارم خدمت شما و سلام به همه بینندگان و شنوندگان شما. آقای احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خودش هر ساله به سازمان ملل آقای شریعت مداری سفر میکرد، مجمع عمومی سازمان ملل، و آقای روحانی این بار دومین بار هست که میاد. ضرورت چنین سفرهایی، دستاوردهای آیا برای مردم ایران، سفره مردم ایران داره، برای وجهه ایران در عرصه بین المللی داره، نداره، چه است و چه نیست؟ آقای شریعت مداری از شما میشنویم به اختصار. خب سفرهای آقای احمدی نژاد که سراسر خسارت بوده و ایشون تریبون سازمان ملل رو با منبر مدعی اشتباه گرفته بود و در حقیقت از اونجا خطبه میخواند و رجز میخواند و حرفایی میگفت که در شأن یک رئیس جمهور کشوری باستانی مثل ایران نبود. آقای روحانی سنجیده تر صحبت میکنه و در درجه اول هم شاید برای اینکه وزنه بیشتری به مذاکرات پیش رو بده رفته. سخنانش رو هم باید ببینیم بعد قضاوت کنیم، ولی اگر از دستاورد میگویید به طور کلی اگر هم نتایجی نصیب بشه در حقیقت جلوگیری از خسارت اسم بهتری است تا از ادامه خسارت در حقیقت اسم بهتری است تا دستاورد، زیرا با سیاست جمهوری اسلامی داشته اون چه بوده سراسر خسارت بوده و از هر کجای ضرر که جلوش رو بگیری شاید منفعت باشه. به این دلیل اگر هم موفقیتی در کار باشه اون رو در چارچوبه جلوگیری از وارد شدن خسارت بیشتر ارزیابی کرد و نه دستاورد جدید که لغت مثبتی است. من فکر میکنم که آقای روحانی قصد جدی داره که در این مذاکرات در چارچوب اختیاراتی که داره به جای برسه، ولی شک بزرگ اینجاست که این اختیارات چقدره و چقدر خواهد توانست پیش بره. آقای شریعت مداری این که اشاره میفرمایید و البته کسان دیگری هم گفتن چه در داخل چه در خارج که آقای احمدی نژاد به هر حال رفته اونجا در اونجا یه مقدار خطبه خوانی کرده، واقعیت امر این هستش که
همه کسانی که در سازمان ملل آمدن از ایران پس از انقلاب همه چنین کردن. حالا گیرم انشای یکی بهتر یکی ضعیفتر. و اساسا آیا سازمان ملل باز این خطبه خوانی ها در زمان قذافی ها و کاسرو ها و بقیه بوده و در زمان مرحوم رجایی گرفته تا همین آقای خامنه ای؟ غیر از خطبه خوانی آقای احمدی نژاد کاری فراتر از اونا نکرده به اضافه یک حاله نوری که دیده شد. اما آقای روحانی در حالی در سازمان ملل متحد سال گذشته صحبت از حقوق بشر رو عرض کنم، مبارزه همه جانبه برای با تروریسم و دعوت به یک اتحاد بین المللی علیه خشونت کرده بود و در این زمینه که در ایران ما می‌بینیم در دولت ایشون سیر اعدام ها افزایش پیدا کرده. یعنی در مدت حکومت ایشون در هر هفت ساعت یک نفر اعدام شده. بله، جدای از این که این واقعیت رو ما میدونیم که قوه قضاییه برای نشان دادن عجز ایشان از پیشبرد وعده های انتخاباتی حتی در اعدام ها سعی میکنه که در حقیقت پرونده ها رو سریعا رسیدگی و این احکام ناعادلانه رو اجرا کنه، ولی هیچ کدوم از اینها سالب مسئولیت از رئیس جمهوری نیست که طبق قانون اساسی باید مجری قوانین باشه. و حتی در چارچوب قوانین اسلامی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از این اعدام ها نارواست و وکلایی که سعی کردن از حقوق متهمین دفاع کنن بعضی از اونها در زندان هست. بنابراین این عذر باعث سلب مسئولیت از ایشون نیست، ولی قابل فهمه که قوه قضاییه برادران لاریجانی، آقای صادق لاریجانی میخواهد بگوید که شما برای اعمال وعده هایتان ابزار کافی ندارید و نمیتوانید، در به همون پاشنه خواهد چرخید و شما فقط به گفتار درمانی مشغول خواهید. اما از اینکه نیت آقای روحانی چقدر جدی است، روش ایشون نشون میده که آخرین حوزه ای که ایشون میخواد دخالت کنه و هزینه بده همین حوزه حقوق بشر، رعایت حقوق شهروندی افراد و قوانین مدنی است. ایشون بیشتر توجه خودش رو صرف مذاکرات اتمی و بعد از اون بیشترین توجه دولت رو صرف مهار تورم و اعمال سیاست های اقتصادی خودش کرده. خب آخرین حوزه ای که اون بله و آخرین حوزه ای که ممکنه به اون برسه و بسیار شک دارم که حتی اگر موفقیت در مذاکرات اتمی هم پیدا بشه حاضر باشه در اون هزینه صرف کنه همین حقوق بشر و حقوق مدنی افراد. آقای شریعت نداری، این نکته که شما اشاره کردین در زمان آقای خاتمی هم بود و کم و بیش هم در زمان رفسنجانی بود، در زمان احمدی نژاد عکسش بود، یعنی میگفتم اون جنایه کارهایی میکنه احمدی نژاد موفق نشه. چه دلیل روشن و آشکاری وجود داره که قوه قضاییه داره سیر اعدام ها مردم ایران مگر وجل چه میگن دعوای ملایان شیعه هستن و کارگزاران اونها که آقای روحانی سر کار هست، قوه قضاییه ملای شیعه مثل آقای صادق لاریجانی یک عده ای رو بکشه برای اینکه نذاره چوب لای چرخ آقای روحانی بذاره؟ چه دلیل روشنی هست که بر اساس این هست که تعداد اعدام ها افزایش پیدا میکنه؟ و اگر این هست چرا آقای حسن روحانی نمیاد صراحتا مطرح کنه حداقل برای اونایی که بهشون رأی دادن؟ خب این کارو میشه تا 4 سال حکومتش هم کاری که آقای خاتمی کرد ادامه بدن، بعدم بگن آقا نگذاشتن ما کارون رو بکنیم. رئیس دولت هست دلشون رأی دادن در همین چارچوب قانون اساسی. بله، متاسفانه اینطوری است و متاسفانه در نظام های ایدئولوژیک جنگ قدرت وقتی بالا بگیره ابتدا از غیر خودی ها قربانی ها شروع میشن و اگر جنگ خیلی بالا بگیره اون وقت به ترور
خودی ها هم منجر میشه. ممکنه، ولی متاسفانه ممکنه این آخه این صناعت در این از زمان کافئین، آقای خاتمی بوده، ممکنم اگر بفهمید. بله در دوره آقای خاتمی هم بود، در دوره آقای رفسنجانی هم بود، جزء جدایی ناپذیری از این نظام هست، برای اینکه خشونت در این نظام سرشته است و کشتار افراد در حقیقت مابعضایی برای وجدان حاکمان نداره. کسانی که کودکان را روی مین فرستادن به جای گوسفندا تا مینها خونسا بشه، حتما ابایی ندارن که چند نفر غیر خودی را هم در راه جنگ قدرت قربانی کنند. 8 سال جنگ شاهد ماجراهای بهت‌آوری است در اینکه چگونه مردم بازیچه دست جناح‌های مختلفی بودند که میخواستن قدرت نمایی کنند. بنابراین همه چیزهایی که شما میگید صحیحه، ولی متاسفانه این سرنوشت غم‌انگیز مردمی است که درباره سرنوشت خودشون در ابتدای انقلاب به اندازه کافی دقت نکرد. من در واقع دنبال این هستم ببینم که آیا همسویی داره دولت کنونی ایران با قوه قضاییه یا خیر. بله در تمام دوران رئیس جمهوری که ما در ایران بعد از انقلاب داشتیم، کم و بیش آقای ابوالحسن بنی سعد فقط بود که همون اوائل سخنانی گفت و اعتراضاتی، و بعد از اینکه هم از کار برکنار شد و به بیرون از ایران آمد و هرچه آغاز کرد به افشا کردن بسیاری از چیزهایی که دیده بود و شاهد. این آقایون شما ببینید، آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای که خودشون رهبر هستند، آقای خاتمی، بقیه، آقای رجایی که خداوند بیاموزه ایشون، آقایون ما نمیبینیم که نشانه ای از غیر همسو بودنشون نمیبینیم، که مثلا با آقای صادق لاریجانی اگر مخالف هستن بیان علنی بگن، آقای رفسنجانی اگر مخالف کشتارهای زمان خودش بود و ترورهای خارج از کشور طی دولت ایشون انجام شد، از جمله ترور دکتر شاپور وقتر و بقیه، نشانه ای ما ندیدیم که بیان و ابراز کنن که اینها برای چوبلای چرخ دولت ما گذاشتن بوده و ما مخالف بودیم یا نبودیم، یا حتی آقای خاتمی به اون صراحت ما ندیدیم، تا یه جایی رفتن. ولی بفرم. بله، ولی خب من فکر میکنم که در از این 30 چند سال زبان اینها رو و در حقیقت دائره المعارف اینها رو همه تحلیلگران سیاسی دریافتن، و موقعی که به سبک خودشون مخالفت میکنند یا بیان میکنند قابل فهمه. آقای روحانی هم در سخنرانی هایی سعی کرده که در حدی که لغات هیئت حاکمه اجازه میده و کشش داره این حرفا رو بزنه، دیگران هم گفتن. ولی مسئله این نیست، مسئله اینه که اغلب اینها موقعی که رئیس جمهور میشند خب به آرای مردم تکیه میکنن و سیاستاشون عوض میشه. قبل از اینکه رئیس جمهور باشن خودشون جزء مهمی از دستگاه سرکوب قبلی بودن. بنابراین به هر صورت جنگ قدرت واقعی است. اگر منظورتون اینه، جنگ قدرت در جمهوری اسلامی واقعی است، و اینکه مردم هم قربانی این جنگ قدرت میشن، هم منافع اقتصادیشون، هم منافع ملیشون و هم جانشون شکی درش نیست. اما در اینکه آیا این کار چقدر اخلاقی است و چقدر دیگران که از کار کنار میرن اون رو افشا میکنن، خب در اینجا در حق آقای بنیست نباید بیانصافی کنم من، و آقای بنیست جدیتر حقوق شهروندی رو در دوره خودش تعقیب کرد. این باعث این نمیشه که من ایراد خودم رو به ایشون داشته باشم که چرا اصولاً رئیس جمهور چنین نظامی شد. ولی جدا از اون، خب مقام خودش رو بر سر این کار گذاشت و با بقیه مقداری فرق داره. حرف بر سر آقای شریعت مداری گرامی، به حرف بر سر این هست، بس بر سر این نیست که این جنگ قدرت واقعی هست یا نیست. بله، در دایره قدرت این جنگ واقعی است. پرسش من مشرف بر این هست که آیا یکی از این دو طرف جنگ
انگیزه های جنگیدنش تأمین مصالح مردم هست یا خیر، مثل خود آقای خمینی گاهی از مصالح مردم اگر اسمی میبره برای این هست که لشکر خودش رو قوی تر کنه در جنگ با اون یکی، یا به قول ایرج میرزا از آن گاهی گویند لفظ قانون که حرف آخر قانون بود نون، یعنی نان. بله بله، این ببینید، وقتی صحبت از جنگ قدرت میکنیم، وقتی یک نظام ایدئولوژیک به بلوک های مختلف قدرت تقسیم میشه، در حالتی که جنگ بین خودی ها به یک حالت آچمز تبدیل بشه، خب شروع میکنن به یارگیری از بین مردم، و در این یارگیری از بین مردم این لغت ها مصرف عمومی داره، اما هیچ کدام قصدشون این نیست که دایره خودی ها رو به هم بزنند و مردم را در دایره قدرت سهیم کنند، یا حتی اگر این رو بخوان با کنترل کامل میخوان و نمیخوان که سر نخ قدرت از دستشون در بره. بنابراین اصولا در یک نظام ایدئولوژیک صحبت از منافع ملی کردن همیشه دچار این تضاده که این منافع ملی در تقابل با منافع نظام ایدئولوژیک و دایره خودی قدرت هاست، و بنابراین یا وجود نداره یا بسیار کمرنگ. به این دلیل اون که شما میگید کاملا صحیحه، همه این رویکردها در درجه اول به خاطر حفظ قدرت شخص یا جناح یا طرز فکریست که در دایره خودی ها دارن و به منافع عمومی ربط بسیار کمرنگی دارن. آقای شریعت مداری، که این نظر هم وجود داره در مورد چه برنامه اتمی چه برنامه عادی سازی روابط ایران و آمریکا، این نظر وجود داره در این واشنگتن، من میبینم میشنوم گفتگو کردیم، که خیلی ها اعتقاد دارن، خیلی ها یعنی ادهی من نمیدونم چند هست، که در این حکومت کسی 51% قدرت رو نداره و یک موزاییک که قدرتی هست که بنابراین به همین دلیل تا زمانی که به این شکل هست وضعیت ایران عادی سازی رابطه ممکن نیست. مثال میزنن میگن با زمان آقای خمینی بسیار فرق میکنه، حرف اول و آخر رو آقای خمینی میزن، یک روز میگفت جنگ باید ادامه پیدا کنه، یه روز میگفت تموم باید بشه، کسی هم نبود که 2% بتونه بالا یا پایین حرف ایشون حرفی بزنه. اما الان کسی نیست، آقای خامنه ای هم در واقع سخنگویی است که هر از چندگاه یک جناح از ایشون استفاده میکنه، یه صحبتهایی رو در مسیر اون جناح میکنه. بنابراین نتیجه میگیرن این گروه که با این وضعیتی که هست در ایران تا این نظام و این حکومت به این شیوه هست، عادی سازی روابط چندان عادی نخواهد بود و با احتمال ضعیفتری البته حل مسئله اتمی ایران. تفسیر شما رو میشنوید. بله، اون چی که نسبت ترکیب قدرت این دوستان میگن صحیحه، و من سالهاست این رو میگم که در ایران یک قدرت فائقه وجود نداره و آقای خامنه ای برجسته ترین بازیکن این صحنه است، ولی تنها بازیکن صحنه قدرت نیست و مجبوره که سهم دیگران رو در نظر بگیره، وگرنه بازی به هم خواهد خورد. ولی این که اگر ایشون قدرت داشت و مانند آقای خمینی بود، آیا جام زهر سر می کشید یا اوضاع بدتر می شد؟ من شک دارم. ممکن است این که موزاییکی از قدرت وجود داره شانس بیشتری به برای رسیدن به توافق بده، هرچند مسیرش مشکل تر باشه. عده‌ای هم میگویند که این بزرگنمایی مرض ایشون که البته وجود داره به این دلیل بوده که جام زهر رو آقای روحانی بخوره. تفسیرهای گوناگونی هست. باید دید از در نهایت چه از درون مذاکرات در میاد. به هر صورت یک چیز واقعی است و اون این هست که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه، در دایره خودی ها هم وضع بسیار خرابتر خواهد شد. به چه معنی آقای شریعتون؟ بله؟ به چه شکل؟
برای چی برای نبود؟ اینکه وضع اقتصادی بسیار خرابه، وضع سیاسی هم خوب نیست در منطقه، و این نظام اگر نتواند پول خودش رو در دست بگیره، فروپاشی اقتصادی ممکنه به اعتراضات اجتماعی منجر بشه. اعتراضات اجتماعی در جو فعلی جامعه به شدت ممکنه رادیکال بشه و مشکلات بسیار زیادی برای صاحبان قدرت به وجود بیاره و همچنین برای مملکت. بنابراین عاقلانه برای همشون اینه که این مشکل رو حل کنند. اگر نمی کنند باید دید که گیر کجاست و سهم چه کسی کمتر از بقیه است که این رضایت رو نمیده. خب نیروی نظامی این نظام تا چه اندازه سهیم هست در ترکیب قدرت؟ به معنی دیگه نیروی نظامی عمدتا پاسداران و مخلفات سپاه پاسداران از جمله بسیج و بقیه تا چه اندازه تکیگاه ادامه چنین وضعیتی است؟ بله، سپاه پاسداران یک پای اساسی قدرته. ما اگر یک مثلثی در حقیقت بخواهیم ترسیم کنیم، یک طرف جامعه است، یک طرف سپاه پاسدارانه و طرف دیگر بقیه حکومت و ولی فقیه به انضمام اون. یعنی هیچ توافقی بدون سپاه پاسداران اگر هم به دست بیاد دراز مدت نخواهد پایید. بنابراین یک مشکل اساسی اینه که در درون سپاه پاسداران وحدت فرماندهی و یک فرماندهی وجود نداره که مورد اتباع همشون باشه و جناح‌های مختلفی داره وجود داره که هر کدوم منافع جداگانه‌ای دارن. پاره‌ای از اونهایی که در سپاهیان قدیم بودن اکنون رانتخاران بزرگی شدن که بسیار دوست دارن این اوضاع حل بشه. پاره دیگر برادران قاچاقچی هستند که میخواهند اوضاع به همین شکل بمونه و مرزهای بی ثبات وجود داشته باشه و اونها به منافعشون برسن. هرچند که اکنون اون چی که اینها رو متحد میکنه این هست که این منافع اقتصادی به شدت کم شده، اما به هر صورت به مجردی که پولی به این دم و دستگاه رسید مجددا این اختلاف دیدها و اختلاف منافع شروع خواهد شد و به این دلیل که مقداری رسیدن به یک تفاهم دراز مدت شاید ممکن یعنی سخت باشه. بنابراین اون چه سوال میکنید باید به صراحت گفت که سپاه در تا موقعی که این نظام هست یک پای مهم قدرته و بعد از این نظام هم شاید از بازیگران اصلی صحنه پس از این نظام، اگر پس از این نظامی باشه، باقی بمونه. برحال آیا اون چی که پیوند همه این گروه ها به هم هست، آیا مسائل اقتصادی است یا منافع اقتصادی است، اعتقادی است، ایدئولوژیک، هر چه که اسمش هست، چه چیزی سپاه پاسداران رو به حمایت از آقای خامنه ای وامی داره؟ چون ما میبینیم در این نظام هر جایی که لازم بوده بالاترین مقام پایینترین مقام قربانی شده، چه روحانی چه غیر روحانی، از آیت الله منتظری بگیرید تا پسر خود آقای خمینی تا بقیه. یعنی این وفاداری ها به همدیگه مخصوصا با آقای خامنه‌ای اساسش چی هست؟ تا چند اندازه قابل اعتماد هست؟ بله، ببینید یک نظام ایدئولوژیکی وجود داره و بدون آقای خامنه ای در شکل فعلی قابل تصور نیست. اینه که آقای خامنه ای با وجود ضعف موقعیتی که فعلا داره و ضعف شخصیتی که داره برای همه جناح ها وجودش لازمه و هر جناحی موفق به جذب اون بشه نسبت به بقیه برتری نسبی خواهد. همچنین هر جناحی موفق بشه از مردم یارگیری بکنه نسبت به بقیه برتری نسبی خواهد داشت. بنابراین جذب آقای خامنه ای از یک سو برای عده ای از جناح‌ها و جذب مردم برای عده دیگری از جناح‌ها برای تغییر تعادل قدرت اساسی است. آقای روحانی که خودش رو زیرکتر از دیگران میدونه تا حالا سعی کرده که یک
نسبتی بین جذب آقای خامنه ای و جذب مردم رو در روش خودش داشته باشه، هرچند بین این دو صندلی همیشه نمیشه نشست، ولی تا کنون ماهرانه سعی کرده که این موازنه رو حفظ بکنه و هم آقای خامنه ای رو تا کنون تونسته به یک نحوی در جناح حامیان دولت داشته باشه و هم هنوز شخص نامحبوبی در اجتماع نشده، هرچند محبوبیت سابق خودش رو نداره. اما واضح است که این بازی همیشه امکان ادامه نخواهد داشت. آقای شریعت مداری، ببینیم وقتی ما کلمه مردم رو به کار میبریم در مورد این نظام که قصد داره جذب مردم رو جذب بکنه، توجه قطعا داریم همه ما بینندگان نیست که یک حکومت شیعه در ایران سر کاره و از نظر این حکومت آیا خارج از دایره مذهب شیعه بقیه چی؟ اهل سنت در ایران چی؟ نه معمولا در چنین مردم حساب میشن از نظر این حکومت یا خیر؟ نه خیر، معمولا در چنین نظام هایی جامعه رو یک دوایر متحد المرکز تقسیم میکنن، اول خودی ترین خودیان، بعد بقیه خودیان، بعد شیعه های معتقد به ولایت فقیه هن، بعد بقیه شیعه هن، بعد مذاهب دیگه به ترتیبی که برای دولت کم خطرترن هستش، بعد دگراندیشانی که ناخدا باورند. در حقیقت غیر خودی ها هم به درجات تقسیم میشن و برای هر کدومشون سیاستی پیشه میشه. وقتی مثلا آقای روحانی در ابتدای حکومت خودش وعده میده که اقوام به زبان خودشون صحبت خواهند کرد و در درس خواهند خواند، خب این برای اینه که بین مؤلفه مذهبی اقوام و مؤلفه هویتیشون زبانیشون فاصله بندازه و بتواند که پاره از اونها رو جذب بکنه. بنابراین وقتی صحبت از مردم میکنیم، مردم برای این نظام هم واقعی است. حداقل در انتخابات احتیاج داره که اونا بیان پای صندوق رأی بدن و برای هر قشری از اونها سیاستی رو پیشه گرفته که به نحوی اعمال میکنه. این که آیا در جهت منافع اون مردم هست یا نه، خب این 30 و چند سال نشون داده که مردم از این خانه گسترده کمترین نصیب رو داشتن و بزرگترین نصیب رو دایره خودی ها داشته. آیا یک چنین روشی عوض خواهد یا نه عوض خواهد شد یا نه، من گمان ندارم، به خاطر اینکه هیچ نشانه ای از این نیست که مدیریت و امتیازات اقتصادی از دایره خودی ها گسترش پیدا بکنه و مثلا به بخش خصوصی غیر خودی منتقل بشه. به طور نمونه همین امروز در چاه بهار گروهی از مردم مورد ضرب و شتم قرار گرفتن توسط پاسداران و نیروی انتظامی که اکثرا اهل محل هم نیستند. یعنی مردم در اون منطقه در دید حکومت احتمالا چنین به نظر میان که حتی مقامات یا مسئولان محلیشون هم باید از مرکز از زیر عبای ولایت به منطقه صادر بشه. با سپاس از شما آقای شریعت مداری گرامی در هامبورگ آلمان. منم از شما متشکرم، خیلی ممنون. پی خواهیم گرفت تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا تا لحظاتی دیگر. با من و شما خواهند بود آقای حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی استکهلم سوئد. تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند آقای حسن اعتمادی عزیز در استکهلم. آقای اعتمادی گرامی، بگذارید قبل از اینکه به نیویورک بریم به سفر آقای روحانی بپردازیم، الان روزای اول مدرسه هست، من میخواستم این سوال از شما بکنم، روز اولی که به مدرسه شما رفتین خاطرتون هست؟ بله خاطرم هست. بله. چه احساسی داشتین اون موقع؟
برحال به عنوان برحال یک کودکی که در سن 6 سالگی میخواد به محل جدیدی بره و این محل متفاوت بود، اگرچه از پیش خانواده سعی کرده بودن که یک آمادگی نسبی به وجود بیارن که تو دیگه بزرگ شدی و از فردا باید وارد مدرسه بشی، خوندن نوشتن یاد بگیری، دوستای جدید پیدا بکنی. به هر حال فضایی بود که خب در این حال جالب بود، اگرچه وارد شدن به هر محل جدیدی برای یک بچه 6 ساله و 7 ساله با یه نوع نگرانی های هم توام هست، ولی در مجموع احساس خوبی بود. و به مرور در مدرسه که می رفتین آینده براتون روشنتر و بهتر بود یا نه نگران از آینده؟ نه دیگه، حداقل در اون دورانی که من و شما مدرسه می رفتیم فکر کنم برای در محیط مدرسه با چیزای جدید آدم آشنا میشه، دوستای جدید پیدا میکنه، وقت و اوقات متنوع نصیبش میشه و در نتیجه آدم روز به روز احساس میکنه داره رشد میکنه، درک بیشتری نسبت به مسائل پیدا میکنه. قطعا خوشاینده، اگرچه به هر حال شیطنت های دوران کودکی و نوجوانی هم در مدرسه و در مسیر مدرسه هم به نوعی چاشنی این زندگی جدید برای بچه ها هست. خب با هم قبل از اینکه به نیویورک بریم و سازمان ملل متحد یک کودک نازنین ایرانی رو میبینیم در روز نخست مدرسه، خیلی کوتاه است، با هم میبینیم و بینندگان. چه احساسی داری؟ احساس خاصی ندارم. خب خوشحال نیستی؟ نه ولی باید از هر روز از 6 صبح بیداش بریم مدرسه، چه احساس خوشحالی داشته باشی؟ هر روز ساعت 6 صبح بیدار شدن چه خوشحالی داره، ولی چهره بسیار خوشحالی داره نیست؟ ظاهرا همونطور. بله شما منم غافلگیر کردید، با این کودک ما بعدا مشکل ایجاد پیدا نشه بینمون خوبه، چون ایشون ناراضی بود از رفتن به مدرسه و ما خاطرات خوشی رو تعریف کردیم. خب ایشون به یه معنی ناراضی هست و کاش که ناراضیتی ها همش همین باشه که بیدار شدن صبح زود، ولی این چهره شاد خندان خوشحال کننده است. اما بسیاری هستن از کودکان که به مدرسه نمیرن و در خیابون ها مشغول کار زندگی، و اونایی هم که به مدرسه میرن. مدرسه ای رو من دیروز در برنامه تفسیر خبر صحبت شد کردم، در نزدیکی مسجد سلیمان شهر ما که مرکز نفت خاورمیانه بود زمانی، اولین چاه نفت، میبینیم در کجا درس میخونن و چه میگوین چهره کودکانی که هیچ گناهی ندارن جز اینکه در زمانی به جهان آمدند که بر ایران ولایت فقیه حاکم است. سقف این به اصطلاح کلاس 9 متری از چوبهای دودزده درختان است و 12 نفر دانش آموز مقطع ابتدایی از اول تا پنجم بر روی 3 عدد نیمکت در تاریکی کلاس به سختی درس می خوانند. صدای بزها و گوسفندان تنها صدایی است که با تنین آموزش عجین شده و دانش آموزان را رنج می دهد. کلاس چندمی؟ پنجم. چطور درس می خونی اینجا؟ صدای گوسفندان و تاریکی عقل نمی ذارم درس بخونم. می تونی تخت سیاه رو ببینی؟ انشالله. اینقدر تاریکه چشم ما نمی بینه که تخت سیاه معلم بنویسه با تخت. گوسفندان روزانه چندین بار وارد کلاس می شوند. کلاس سرد و نمناک و بدون وسایل گرم کننده امان دانش آموزان را بریده است. اجازه اینجا سرد. خیلی دوست دارم نمره های خوب بگیرم، ولی توی این آغل نمیشه. حاتمی معلم زحمتکش این مکان چند منظوره میگوید این کلاس آغله. گوسفندان الان دم در مشخصه که واقعا این کلاس نشان دهنده آغله. و دانش آموزان هم اینجا که الان دارن درس میخونن واقعا چه گناهی کردن که این کلاس به شکل آغل باشه، این آغل باشه. ما تا مسئولین محترم آموزش پرورش شهرستان نتونن لااقل فکری به حالی روستا بکنن، لااقل یه تک اتاقی درست کنن براش. روستای آغلی آباد در 40 کیلومتری مسجد سلیمان در بین کوهستانی صعب العبور قرار گرفته و بدون آب و برق با نزدیکترین روستا حدود 10 کیلومتر فاصله دارد. خب آقای حسن اعتمادی عزیز، دیدید و دیدیم بچه های نازنین رو در کنار چاهای نفت که در کجا درس میخونن، چهره اونها رو دیدیم
و امیدواریم آینده بهتر داشته باشن این کودکان نازنین. درآمدهای نفته ایران روانه شده به سوی حساب‌های بانکی ملایان شیعه و کارگزاران اونها در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و جاهای دیگه. به این موضوع خواهیم پرداخت. اما یکی از همین کارگزاران و یکی از همین ملایان شیعه حاکم بر ایران، آقای حسن روحانی، به نیویورک اومده برای سخنرانی در مجمع عمومی. چه حاصلی داره؟ عرض کنم که جناب چالنگی، برخلاف سال گذشته که آقای روحانی در یک شرایط کاملا متفاوتی به این اجلاس رفته بود، یعنی چند ماهی از انتخابشون نگذشته بود و ایشون وعده های بسیاری رو چه در عرصه مسائل بین المللی داده بودن و چه در عرصه مسائل سیاسی داخلی. الان یک سال از اون دوران میگذره. آقای روحانی نه تنها به هیچ کدوم از اون وعده‌ها نتونسته وفا بکنه در عرصه مسائل داخلی کشور، در عرصه سیاست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای هم با مشکلات بسیار سختی روبروست و بنابراین با دست خالی داره به این مجمع و به اجلاس سالانه سازمان ملل میره. او همزمان در شرایطی داره به این اجلاس میره که 66مین به اصطلاح سالگرد تصویب اعلامیه حقوق بشره، در صورتی که در همین یک سال گذشته ما دیدیم که مسئله حقوق بشر و نقض حقوق بشر، بهتر بگم، در ایران به مراتب نسبت به سالهای گذشته با شدت بیشتری جریان داشت. در سال 2013 پیش از 700 نفر در ایران اعدام شدند. در همین به اصطلاح فاصله چند ماه گذشته، نزدیک به یک سال گذشته، 213 نفر جز به این اعدام شدگان بودند که بخشی از این اعدام شدگان بر اساس گزارش سازمان ملل تعدادی از اونها بچه‌ای بودند که زیر سن 18 سال بودند و تعدادی از اونها افراد سیاسی بودند که اعدام شدند. آقای روحانی در شرایطی امسال داره به اجلاس سالانه سازمان ملل میره که امریکا از دیروز حمله نظامی خودش رو به سوریه آغاز کرده، اگرچه این حمله به اصطلاح گروه‌های داعشه، اما مسئله حمله نظامی به سوریه خط قرمز جمهوری اسلامی ایران بود و همچنین خط قرمز روسیه. ما میبینیم روسیه در این رابطه ساکت شده، اما جمهوری اسلامی هم به همچنین، و این نشون میده که حکومت اسلامی ایران در موضع ضعف قرار داره و در برابر یک چنین شرایطی نمیتونه واکنش نشون بده. ضمن اینکه در اجلاس پاریس هم که قرار بود کشورهای منطقه و سایر کشورهای بزرگ جهان حضور پیدا بکنن برای اینکه تصمیم گیری بکنن در امور مثلا نحوه برخورد با گروه داعش، امریکا مخالفت کرد که حکومت اسلامی ایران نماینده ای رو به این اجلاس بفرسته. این بدین معناست که رابطه ایران با امریکا نسبت به سال گذشته بحرانی تر شده به یک معنا. در رابطه با مسئله، همطور که عرض کردم، مسئله همزمانی این سفر به اصطلاح به سازمان ملل، وضعیت بشار اسد به عنوان یکی از متحدین حکومت اسلامی در ایران نسبت به سال گذشته بدتر بوده و اینها همه نشون میده که مشکلات ایران بیشتره. مسئله بحران اتمی ایران، اجلاسی که برگزار شد از سال گذشته در ژنو، امروز به نتیجه روشنی به هیچ عنوان نرسیده. شواهد هم نشون میده که با بنبست‌های جدی روبرو شدن. بنابراین شرایط خوبی برای آقای روحانی نیست در شرایط کنونی سفری که الان به اجلاس سازمان ملل داره. ببینید، داشتن رابطه با کشورهای مختلف به خودی خود اثبات کننده موضوع خاصی به خصوص در این هست نیست. یعنی زمانی که شوروی بود و آمریکا بود، دو ابرقدرت آن موقع موجود، داشتن روابط نزدیک و گرم با یکی از این دوتا خب نشون دهنده این بود که در کدوم بخش از جغرافیای سیاسی یا جهان هستی. به هر حال، اما تلاش میشه، یعنی ایران رسیده به جایی که اگه قرار آقای حسن روحانی، ملای شیعه در ولایت فقیه که به ریاست جمهوری رسیده، به سمت ریاست جمهوری کشوری مثل ایران بودن، خب با یه دهی باید ملاقات میکنن در سازمان ملل، مثل دیوید کامرون یا مثلا رئیس جمهور فرانسه یا بیرون از سازمان ملل احتمالا به همین کشور هم سفر کنه. اینها رو چرا
این همه با آب و تاب مطرح میشه و پروبال داده میشه به عنوان نوعی پیروزی دیپلماتیک قلم داد میشه در جمهوری اسلام. خب جمهوری اسلامی برای به اصطلاح هر حرکت خودش میبایستی که یک جوی رو به وجود بیاره که بتونه ازش بهره برداری سیاسی هم بکنه. شما به درستی به این نکته اشاره کردید. خاطرمون هست که پیش از حمله امریکا به صدام حسین، به عراق در دوره صدام حسین، وزیر امور خارجه عراق به طور مشخص در تمام اجلاس سالانه نیویورک شرکت میکرد، سازمان ملل، در تمام اجلاس‌های بین‌المللی حضور داشت، تا همون هفته‌های آخر حتی این روابط وجود داشت. حکومت اسلامی ایران طبیعتاً برای اینکه بتونه یک مشروعیتی در نزد افکار عمومی، به خصوص افکار عمومی مردم ایران که امروز به مراتب نسبت به سال‌های گذشته بدبین‌ترن، ناامیدترن به وضعیت موجود و نسبت به نقش حکومت اسلامی ایران، بنابراین رژیم سعی می‌کنه که با حضورش در اجلاس سازمان ملل و در جلسات مشابه اون به مردم خودش و به بخشی از مردم دنیا هم البته به این شکل تفهیم بکنه که گویا ما رسمیت داریم، ما مشروعیت داریم، ما جزوی از جامعه بین المللی هستیم، اگرچه از لحاظ حقوقی به حساب میان، اما به عنوان یک جریان بدنام، به عنوان یک جریان مشکوک، به عنوان یک جریانی که جز اخلال در نظم منطقه نقش دیگری نداشته. واقعیت اینه که از 36 سال گذشته تا کنون با روی کار آمدن حکومت اسلامی ثبات و امنیت منطقه به هم ریخته و امروز ما میبینیم که شرایط روز به روز داره به جاهای بسیار خطرناکی میرسه. مسئله‌ای که الان در منطقه وجود داره یک مسئله واقعی است و نگران کننده است. دامن تمام کشورهای منطقه را از جمله خود ایران رو میتونه به راحتی بگیره. بنابراین در یک چنین شرایطی چرا ممکن دامن ایران؟ دامن ایران به این دلیل میتونه بگیره، به دلایل گوناگون. یکم این که شرایط نارضایتی در جامعه ایران رو به رشده. اگر بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدن که اون چی که باعث شد این خشونت و این آدمکشی ها در منطقه رشد بکنه، مسئله نارضایتی بخشی از مردم این مناطق بوده که گروه داعش و یا گروه های شبیه اون به عنوان نیروی نجات دهنده تلقی میشن برای بخشایی از مردم این منطقه، به نادرستی البته. بنابراین در ایران ما هم به همین شکله. وضعیتی که الان در ایران وجود داره یک وضعیت کاملا بی ثباته، از هیچ لحاظ امنیتی وجود نداره. اکثریت مردم در شرایط سخت زندگی میکنن، به خصوص اونهایی که به عنوان اقشار پایین دست جامعه هستن، حقوق بگیران جامعه هستن. مسئله بیکاری روز به روز در حال رشده و فقر و فلاکت هم به دنبال خودش داره و تمام این فسادهایی که در جامعه به نوعی به طور روزمره به وجود میاد و شکل میگیره و گسترش پیدا میکنه. در چنین شرایطی به نظر من هر نیروی میتونه به سادگی با وعده های توخالی و پوچ حتی اگر شده به نوعی شرایط ابراز نارضایتی رو در بین مردم به وجود بیاره و اون رو به اصطلاح تقویت بکنه. بنابراین هر جرقه میتونه در هر گوشه از ایران، به خصوص در مناطق مرزی ایران، باعث به وجود اومدن شرایط مشابه اون چی که امروز در منطقه میگذره به وجود بیاره. خب آیا شما فکر میکنید که حکومت ایران، حکومت کنونی ایران، اونایی که ترکیب دهنده این حکومت هستن در این دایره قدرت جناحی هم وجود داره که مصالحش ایجاب کنه به چنین درگیری؟ طبیعتاً به نظر میرسه که واقعیت اینه که اصولاً جنگ و خونریزی ادامه سیاست جناب شالنگی. وقتی سیاست و دیپلماسی به نتیجه نمیرسه، وقتی راه حل سیاسی برای حل بحران‌های جامعه وجود نداره، قطعاً خشونت به عنوان یکی از راهکارها خود به خود شکل میگیره. هیچ به اصطلاح اعتباری وجود نداره. همین گرسنگان و ناراضیانی که امروز در ایران روز به روز در حال رشد هستند، دست به شورش‌های به اصطلاح منطقه‌ای بزنن و به خاطر اینکه بتونن زندگی و حیات خودشون رو نجات بدن. مسئله فقر و گرسنگی در ایران یک چیز کاملا دیگه به صورت بدیهی در اومده. بنابراین در درون حکومت ایران هم به هر حال بخش‌هایی هستن که میدونن اگر جنگی صورت بگیره، اگر خشونت و درگیری صورت بگیره، احتمالی که اینها موفق بشن سرکوب بکنن مردم بی‌دفاع رو، مردمی که
بدون به اصطلاح هیچ گونه سلاحی در برابر اینا هستن، منظورم نه از لحاظ به اصطلاح نظامیگری، یعنی هیچ تشکیلاتی براشون وجود نداره، هیچ سازماندهی وجود نداره، هیچ نیروی اپوزیسیونی که اونا رو رهبری کنه وجود نداره. بنابراین یک جناح ترجیح میده که ناراضیان وارد عرصه مبارزه بشن، اونها بتونن اونها رو سرکوب بکنن و بتونن با اعمال زور و اعمال به اصطلاح اعمال نظامیگری قدرت خودشون رو توجیه کنن برای حفظ حکومت و برای نظام. بنابراین یک جنایی از حکومت این رو میخواد، ضمن اینکه در دل همین درگیری ها امکان به قدرت رسیدن جناهایی که امکان بیشتری دارن در بین نیروهای نظامی بیشتر خواهد شد و اونها میتونن کودتا کنن، میتونن شرایط رو به یک نحو دیگه به صورت نظامی در بیارن و حکومت نظامی در ایران حاکم بکنن، اگرچه ماهیتاً هیچ تفاوتی با اون چیزی که امروز در ایران میگذره برای مردم ما نخواهد داشت. نه. خب ببینید، به بحران‌های داخلی که شما اشاره میکنید، یکی از مسائل عمده‌ای که این روزها مردم پایتخت به ویژه و همینطور مردم در مناطقی که از کرمان و مناطقی از اصفهان و در خوزستان به خصوص، در سیستان و بلوچستان که این مسئله بیش از چندین دهه هست وجود داشته، مسئله بی آبی در جاهای مسئله کم آبی هست، در مناطقی از کرمان که جالب توجه است، شما در جریان هستید، احتمالاً برخی از تماشاگران ما در جریان نیستن، در مناطقی از کرمان به طور رسمی کشاورزی ممنوع اعلام شده. حکومتی که ادعای مدیریت جهانی رو هم داره و پیشنهاد کرده که مدیریت جهانی به این حکومت سپرده بشه. ببینید، اینی که یک حکومت نمیتونه آب آشامیدنی یا آب مورد مصرف روزمره مردم تحت سیطرش رو تأمین بکنه، این نشوندنده خب ضعف مدیریت همه اینها هست. اما چرا؟ چه مشکلات عمده دیگه ای وجود داره؟ ببینید آقای چلنگی، در هفته گذشته نمایندگان مجلس گفتن که به احتمال قوی 13 استان کشور علاوه بر منطقه‌ای که کرمان شما بهش اشاره کردید قادر نخواهند بود که کشاورزی بکنن، چون آبی وجود نداره. بنابراین ما در رابطه با مسئله بحران آب همطور که اشاره کردید با یک موزل اساسی و به اصطلاح به یک معنا لاینحل روبرو هستیم، چون هیچ گونه اقدام و برنامه ریزی از سالها قبل، از زمانی که دریاچه رضای خشک شد، از زمانی که 78% دشتای ایران خشک شده و قابل استفاده به هیچ عنوان نیست، رژیم ایران هیچ گونه برنامه ریزی در طول یه مدت نکرد و فکر میکرد معجزه میشه، احیانا بارندگی صورت میگیره یا دریاچه های جدیدی از دل زمین به وجود خواهند اومد و مسئله کمبود آب برطرف میشه، در صورت که اینطور نیست. ما با از جهات مختلف مشکلات اساسی داریم. 99% آبی که در ایران وجود داره صرف کشاورزی میشه که بر اساس شکل و به اصطلاح الگوی سنتی اداره میشه. 99% آب به این صورت از هدر میره به این شکل. در این حال برای اینکه بتونن اون بخش از آبی رو که منابع آبی که در ایران وجود داره رو مورد استفاده قرار بدن، به خاطر نداشتن تکنولوژی و متخصص و مدیریت، همونطور که شما گفتید بیش از 2/3 اون آب ها از مدیریت متخصصین بدوره و قابل استفاده نیست. ضمن اون که در طی همین مدت با سیستم های به اصطلاح شهرسازی که اینها کردن، بخش زیادی از آب های فاضلاب و فاضلاب خام به آبهای آشامیدنی به سلام منابع آبهای زیرزمینی نفوذ کرده. همین الان دیروز من خوندم که در شهرک پردیس که در 15 کیلومتری تهرانه، شهرکی که قرار بوده 200,000 نفر در اونجا سکنا بکنن و امروز به 800,000 نفر داره میرسه، مخازن به اصطلاح فاضلاب اینا به آبهای زیرزمینی تهران و اطراف تهران نفوذ کرده و آب آشامیدنی این منطقه رو به صورت به اصطلاح غیر منتظره آلوده کرده و ما در گذشته با انواع بیماری های به اصطلاح لاعلاج و پیچیده روبرو خواهیم شد به خاطر آلوده بودن آبهای زیرزمینی که هست. و همونطور که شما جناب چلنگ اشاره کردید، مسئله مدیریت نداشتن تخصص در هر اموریه که اینها از جنبه در خصوص مسئله آب ما امروز ضعفش رو و اشکالات چه داریم میبینیم. ببینیم، بقیه از مسائل شاید در نگاه اول سیاسی نیستن یا به عرصه سیاسی مربوط نمیشن، ولی به هر حال از جمله شما این نکته رو در نظر میگین، یک شهروند تهران پایتخت
یا هر کسی که در پایتخت زندگی میکنه. صبح که از خواب بیدار میشه، هوای آلوده، آب آشامیدنی آلوده یا اساساً نداره، به هر حال مشکل. دارویی که تاریخ مصرفش گذشته، 4 نوع برنج فاسد سرطانزا و مختلف، شیری که در اون پالم هست، روغن پالم هست، آلوده، سبزی که احتمالاً از ورامین و جای دیگه شهریار آمده که با آب آلوده، گوشت گاو یا گوسفندی که اگر بودجه امکان بده خریده باشه غیر قابل اعتماد، و مرغ همینطور، و مسائلی از این قبیل روبرو هست، مسائل دیگه به جای خود. خب شما نشونه ای از اعتراض عمده ای نمیبینید. میشه تعبیر بشه که چنان این حکومت رو احتمالاً علاقمند هستن یا مسئولانی که مربوط به این کارا هستن که میگن مزاحمشون نشیم، اینطور هم میشه تعبیر کرد، یا چه علتی وجود داره که سرکوبم هست، بله، ولی چه علتی وجود داره که هیچ نوع اعتراض با صدای بلندی شما نمیشنوید، حتی از همین نماینده هایی که فرمایشی چیده شدن در مجلس به عنوان نمایندگان تهران یا جای دیگه، صدای مؤثر اثرگذار نمیشنوید. چرا؟ جناب چلنگی، برای شما به درستی اشاره کردید، هر کدوم از این معضلات که شما بهش اشاره کردید، مسئله آب آلوده بودن مواد خوراکی و خیلی آب آلودگی هوا، اصلا چیزی در ایران سالم نیست، همه چی، آب، هوا، مواد غذایی، همه چی ناسالم و فاسده. هر کدوم از اینا میتونست در کشورهای پیشرفته غربی منجر به سرنگونی دولت بشه. یعنی هر دولت قدرتمندی اگه در یکی از کشورهای اروپایی، نه در این درصد، در درصد پایین از این معضلات اجتماعی، اگر راه حلی براش پیدا نکنه، مردم به زودی اونا رو میذارن کنار. و این سوال به نظر من خیلی درست و منطقیه که شما اشاره میکنید، و من دیدم که شما در بیشتر برنامهاتون این سوال رو مطرح میکنید. واقعیتش اینه که پاسخ دادن به این پرسش کار ساده‌ای نیست، به خاطر اینکه مستقیما ما داریم مردم کشور خودمون رو مخاطب قرار میدیم. این مردم طبیعتاً به خاطر سرخوردگی‌هایی که داشتن، به خاطر عدم وجود یک تشکل به اصطلاح اپوزیسیونل واقعی که بتونه اونها رو سازماندهی بکنه، قوت قلب بهشون بده و ازشون حمایت بکنه، و در این حال سیاست‌های بین‌المللی اون هم به عنوان یکی از عواملی است که میتونه تاثیرگذار بشه. و واقعیت اینه که به نظر من مردم ما یعنی ما ایرانی ها در طی 36 سال گذشته به مرور، بدون اینکه خودمون متوجه باشیم، من با عرض پوزش شاید و با احتیاط باید این حرف رو بزنم، به نوعی خلق و خوی خود این حکومت رو شاید گرفتیم، خلق و خویی که بی اعتناس به سرنوشت مردم کشورش. ما هم وقتی ما هم نسبت به سرنوشت خودمون بی اعتنایی میکنیم، این در نتیجه همون خلق و خوییست که در درون رژیم هست. اما مردم ما باید بدونن حکومت اسلامی ایران، مدیران و سران این رژیم در طی 36 سال گذشته برای خودشون جایگاه‌های پر امن و پر به اصطلاح امکاناتی رو در سراسر جهان به وجود آوردن. اغلب اینا خانواده‌هاشون در خارج از کشور زندگی میکنن، ولی مردم ما باید بدونن اونها چاره‌ای ندارن، تنها مکانی که برای زندگی اونها وجود داره خاک و سرزمین کشورمون ایرانه. اونها نمیتونن 80 میلیون از اون کشور کوچ کنن برن، باید بدونن این سرزمین مال اوناست، اونجا باید زندگی بکنیم، ما همونجا هم فرزندانمون زندگی بکنن. بنابراین متاسفم از این که این بی‌تفاوتی، این بی‌توجهی امروز گریبان ما رو گرفته. امیدواریم که به هر حال شرایطی پیش بیاد این بی‌تفاوتی‌ها از بین بره. سپاسگزار هستم آقای اعتمادی گرامی. حتما این موضوع رو در برنامه‌های دیگه باز ادامه خواهیم داد، این پرسش رو، و این موضوعی است که میتونه خیلی از مسائل رو روشن کنه یا به هر حال دریافته بشه علت بعضی از رویدادها در ایران. سپاس بسیار داریم از شما. منم از شما سپاس گذارم. با سپاس از شما عزیزان که تا این ساعت با ما بودین، و با امید به اینکه روزی، روزگاری نه چندان دیر و دور، مردم ایران، سراسر ایران، از تهران تا هر کجای ایران دارای هوای آلوده، غذای سالم، آب آشامیدنی کافی و زندگی آبادان و به سامانی داشته باشند. با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز
البرز، سندو، سبلان، آسماری، کوساران، دراک، تفتان، زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ¶¶